آفرین دیگه، شکرت. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ قل اعوذ قل اعوذ برب ناس، ملک ناس، اله ناس، من شر وسواس خناس، من الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس. آفرین. بچه برای سلامتی اللهم صل علی محمد و آل محمد. مرسی. یه لحظه بچه سب کن. خب پسر من، غیر از اماد دیگه کی کتاب داشت بخونه برای هفته کتابخوانی؟ سلام پرهام، خوبی؟ خب بچه ها، کی کتاب داشت غیر اماد؟ امیر رضا تقی نشد. آها باشه، الان بذار این آپلود بشه. فیلمه، فیلم که نیست، خب امیر رضا، صدا دوربین تو فعال کردم. سلام. اوه یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، امیررضا با خواهر و مادر و پدرش زندگی میکرد. یک روز مادر امیررضا از انباری یک جعبه را آورد. مادرش به او گفت این یک جعبه جادویی هست. مادرش در جعبه را باز کرد، از جعبه یک عجوزه با چشمهای قرمز بیرون پرید. امیررضا تعجب کرد. مادرش گفت این جعبه مال بچگی های خواهرت بود. امیررضا از خواهرش خواست این جعبه مال خودش باشد. خواهرش گفت باشه. یک روز امیررضا جعبه جادویی را به دوستان و خانم معلمش نشون داد.
خانم معلمش گفت برای این جعبه داستان نمیشه. امیررضا داستان را نوشت و برای دوستانش خواند. ای جانم چقدر زیبا، بچه ها خودش داستان نوشت، آفرین. اصلا داستان ماجرای این عجوز خان رو نوشت. مرسی. حالا بی بیرون ببینیم یه در پشت عجوزه. حالا عجوزه رو بکن تو ببینم چجوری میون تو جا میشه. یا خدا. بیارش بالا ببینیم. وای چه بامزه، آفرین. خیلی بچه برش دست بزنید. مرسی بچه برش دست بزنید. مرسی. خب حالا میرسه به آقای عماد ایمانی. عماد هرچی کردم که فایل تو این تو آپلود کنم نشد. حالا میریم شیرش میکنیم. بچه ها عماد یه سورپرایز داره براتون. من که دیشب دیدم که خیلی سورپرایز شدم، خیلی کار جالب و خلاقانه و هنرمندانه ای کرده. هیچی نمیتونم بگم جز این که فقط ببینیدش. ایشالله این نت و فایل یاری کنه باز بشه. آها خب بذار اماد. اماد صدا و دوربین بهت میدم. سلام. خوبی آقای هنرمند؟ بله. قربونه تو برم. خب اماد این اول صفحه است؟ این سمت چپیه اولی. خب این ستاره هی که گفته بخون داستانشو بخون. من اون تو دفترم امروه هم هست. از روش میکنم. باشه بچه هم میخواستن ببینن. شما رو دفترت بخون. خوش میتوانستم پیش آدم ها بروم. باباش گفت ستاره ها نمیتوانند پیش آدم ها بروند. ستاره کوچولو گفت ولی این بزرگترین آرزوی منه. وای شهاب سنگ، وای یک آدم امیدوارم منو برداره. وای یک ستاره، تا حالا ستاره ندیده بودم. بگذارمش توی چراغ خوابم. مگه من چراغم؟ اماد یه بار دیگه من بزرگ کردم، شما دونه دونه بخون من پیش برم. کاش می توانستم پیش آدم ها بروم. باباش گفت ستاره ها نمی توانند پیش آدم ها بروند. ستاره کوچولو گفت ولی این بزرگترین آرزوی منه. اینجاست فقط تصویر. وای شهاب سنگ، وای یک آدم امیدوارم منو برداره. وای یک ستاره، تا حالا ستاره ندیده بودم. بگذار همش توی چراغ خوابم. مگه من چراغم؟ اماد خیلی قشنگ بود. من اینو یادگاری نگه میدارم این فایلو. بذار من شیر رو بردارم تصویرت بزرگ بشه. نرو نرو
همه رو خودت نوشته بودی داستانشو با نقاشیشو؟ بله. چقدر هنرمند. همینطوری ادامه بدی قشنگ میتونی یک طراح بزرگ، یک نویسنده بزرگ بشی. یا ول نکنی این هنرتو. خوب باش. ماشاءالله خیلی ذهن خلاقی داری. آفرین بچه ها، برش دست بزنی. آفرین آفرین بچه ها. داستانایی که می نویسین من میفرستم برای خانم رسول زاده که ببینه. خب آقای رادین، رادین سلام، رادین آماده ای؟ خوبی؟ یه دقیقه صبر کن برات آهنگ بذارم. داری؟ خب بهتر، برو آهنگ بذار و برو. بچه ها پاشین با رادین ورزش کنین، پاشین. آفرین بچه ها، آفرین بچه ها، برش دست بزنین. چقدر قشنگ ورزش کرد، مرسی. رادین تا نرفته یه چیزی بهت بگم، مبلای شما کپ مبلای ماه، انگار خونه ما رو عکس انداختی. از این هست که میاد جلو میره عقب پشتیش، همین رنگ، دقیقا همین رنگ، توسی و حالت قرمزه، اینمون. یعنی عکسشو بندازم تعجب میکنه، ببینه خونه ماه. به خدا خانم چیز همین مدلیه دقیقا. مرسی عزیزم، انگار همینو آوردین گوشه خونه شما. آره واقعا. مرسی، دست شما هم درد نکنه بابت زحمتتون. مرسی. خب پسرای من بذار من قطع کنم. آقای خب مهراد چه کار داری؟ بچه اونی مهراد چه کار داری اول صبح؟ خانم سلام، صبح خیلی ورزش من نمی کنم. اسمتو می نویسم تو روزای آینده. آقا داشتم خانم باشه. اتفاقا همیشه شب می گفتم مامان دوستانم خودم هم شرکت کنم. خیلی هم عالی، اسماتونو می نویسم. ممنون. خواهش میکنم که همتون مشارکت کنید. همتون قرآن میخونین، همتون ورزش میکنین. خب سید امیر حسین خان چی کار داره؟ سلام سید امیر حسین خان. خوبی؟ بفرمایید امرتون. خانم میشه منم شرکت کنم؟ چرا نشه عزیزم؟ تا حالا هیچ کاری نکردی؟ نه.
خب اسماتونو می نویسید. بچه ببینید من واسه هر چیزی اسم می نویسم خب؟ که حق کسی ضایع نشه. اسماتونو می نویسم. برای یک شنبه یه هفته دیگه شما و مهراد غیر از ورزش. محمد حسین رو جلوتر نوشتم ورزش برای یک شنبه هفته دیگه. چی کار خیره اون میخوای بکنیم؟ فکراتونو بکنیم به من خبر بکنیم. غیر از قرآن. ورزشونه. خب ورزشو پر اسمتو مینویسم تو لیست ورزش. خب؟ البته همه تون ورزش میکنید جانم. میگم امروز چند شنبه هست؟ امروز سه شنبه. دست شما درد نکنه عزیزم. خب بچه های گلم صبر کنیم تا 5 تا دیگه از دوستاتون بیان کلاس رو شروع کنیم. آرشا اسمتو می نویسن برای ورزش. بچه ها به همه تون ورزش می رسه. ما هفته ای دو بار صبحگاه داریم. خب برای همون به همه تون می رسه ورزش. خب صبحونم هم خوردم خب پسرای من سلام سلام صبح بخیر. خب بچه ها روزای یک شنبه و سه شنبه ساعت البته هر روز 8:30 بیاید صبحگاه داریم ورزش کنیم. امروز دوستاتون زحمت کشیدن ورزش داستان خیلی قشنگ دو تا داستان خوشگل داشتیم قرآن داشتیم. من لیستم رو نشونتون بدم بچه ها البته الان نمیبینید ولی لیست رو میبینید. ببین نوشتم برنامه صبح خب اسماتون رو نوشتم بچه هایی که ورزش میرن بچه هایی که قرآن بچه هایی که کارهای متفرقه غیر این دوتا انجام میدن آفرین. آره دیگه شما 8:30 اصلا قرآن رو ما با شما شروع کردیم آرشا. بعد برای همون حواسم هست که مثلا یه بچه دوبار ورزش نره دوبار قرآن بخونه نه میگه مثلا شما سری بعد قرآن خوندین دفعه ورزش کن. اسماتون رو می نویسم طبق لیستمون پیش میریم. خب کلاسمون رو با سلام به امام حسین شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی جمیعا سلام الله ابدا. ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله و آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و
بلا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پرهام شما هم میگم ورزش کنی، کنم هم او بالا سر داره، چرا همه رو او استثنا میذاری پرهام واسه کلماتت؟ چند تا کلمه ما داریم او استثنا داره، همه کلمات او استثنا ندارن پسر. خب آیات الکرسی مونم بریم. سلام پسرای من، نمیدونم چرا منو انداخت بیرون.
خب خب پسر من کتاب سوال ریاضی دیروزتون رو لطفا بذارین. سوال ریاضی دیروز نمیدونم سوالا رو کی خودش تنهای تنهای تنها حل کرد بدون کمک مادرش. بدون کمک بزرگترش. پرهام تنهای تنها دیگه همه با کمک مامان بابا هاتون حل کردین. پویان، مانی، دیگه کی تنهای تنها حل کرد؟ یعنی تنهای تنها یعنی مامانشون بنویسه. حالا مگر که تسخط مادرشون حالا نتونستن بخوام یه مامان مثلا این کلمه چیه. آفرین خودشون تنهای تنها. بچه خیلی برای من مهمه این تنهای تنها. یعنی پارسال من یه دانش آموز داشتم خیلی وابسته بود به مادرش. بعد از 2 ماه تو ماه آذر مادرشون میگفتن که خانم روزبهانی میره تو اتاق خودش، میره اون اتاق در رو میبنده و میگه به من کاری نداشته باشید. حتی اگر چند تا غلطم داشت من ایراد نمیگرفتم چون میگفتم خودش تنها حل کرد. این خیلی برای من با ارزشه. بچه این که 100% تمام سوالاتون درست باشه و برای من بفرستین برای من مهم نیست. این که تنها حل کرده باشین. آفرین امیر صدرا. امیر صدرا دست بالا بگیر من کارت دارم. بچه های گلم دستتون رو ببرین پایین. مرسی قربون پسر گلم برم. انقدر همشون آقا هست. امیر صدرا خان. آقای امیر صدرا دیروز یادته گفتم که کی میخواد؟ سلام خان. سلام عزیزم خوبی؟ بله. دیروز یادته گفتم که کی کتاب کار فارسی شو برای من میفرسته؟ شما گفتی منم میفرستم؟ اسم تو نوشتم بعد نفرستادی. البته من ببین بچه ها مثلا با توجه به کارها چون من بعد از ظهرم گاهی بیرون میرم خونه نیستم، حالا یا کلاس مجازی دارم تو خونه یا اینکه حالا مثلا دانش آموز دارم بیرون میرم، برنامه ریزی میکنم. مثلا میگم امروز کارم سبکتره، مثلا کار 2 نفر رو میبینم. خب دیروز من 3 نفر رو میتونستم ببینم که خب امیر سرجا قرار بفرسته نفرستاد ولی به جاش روز بفرستاد. جبران شما رو کرد. امروز میفرستی برام؟ نه عزیزم امیر صدرا روز به بداد رسید. روز از روز به تشکر کن. روز به روز به دست درد نکنه. مرسی پسرم قربونتون برم. من اینطوری میکنم دوربین رو فعال میکنم به یه بهانه ببینمتون. مرسی اشکال نداره آرشا. خب آقای پرهام خان منو کار داره. پرهام جونم میخواستم به شما بگم که من از مادرم یه کمک گرفتم. میخواستم پدرم به من گفتش که این الگو چجوری ادامه بده. مثلا فقط به من روش رو گفته بود. گفتم چه الگویی؟ گفت فقط مثلا دیدی اینجا الان مثلا 7 و اینه
هفت و اینه، منم گفتم آها، بعد گفت بعد این هفت چنده، منم همجوری ادامه دادم اینجوری، چون نفهمیده بودم. ولی من دستخطام از مادرم کمک گرفتم، پدرم دستخطشون نمیتونم بخونم، مادرم کمک گرفتم. خوب کردی پسرم، خیلی خوب کردی. خب پسره گلم دیگه بریم سراغ سوالات ریاضی. فکر کنم اولین سوال طبق این پی دی افی که من فرستادم، همین بود. بذار پی دی افم باز کنم. خب اگر مریم 38 مهره آبی پویا، سلام پویا، پویان سلام، سلام سلام، اینو جواب بده. اگر مریم 38 مهره آبی و 41 مهره قرمز داشته باشد، او رو هم چند مهره دارد؟ 79. خب چی کار بکنم؟ همین؟ راه حل رو من بگو. ما میام 41 رو میکشیم، بعد 38 رو جلوشیم. یو میکشیم؟ فرایندی میمونیم. آها. یکو میکشیم، بعد 38 رو بغلش میکشیم، زیرش رو یه خط میکشیم. 38 به اضافه 41. بنویسمش. بچه ها چک کنید. بچه ها من برگه های شما رو همه رو چک میکنم، میبینم. مشق زیاد بود؟ ببینیم که گفت مشق آرشو مشق زیاد بود؟ خب اول میایم چی کار میکنیم؟ راه حل رو بگو. میگیم 78 اول 38 رو به اضافه 40 میکنیم، میشه 78 به اضافه 1 مساویه میشه 79. میشه 79. حتی بنویسیدش. سایت باز نمیشد. آها اشکال نداره، اشکال نداره پسرم. بچه بنویسیدش. مرسی پسرم پویا. پویان خب بعدی آقای مانی. بچه اینه همه تون اگه نوشتین من پاکش میکنم. بذار من دستاتون رو ببرم پایین. هر کی ننوشته دستش رو بالا کنه، من برای صبر کنم. خب پس نوشتین من پاکش کنم. خب مانی جان آنو. همه عددهایی که به 60 نزدیکن رو بنویس. سلام. بچه ها من برای خیلیاتون رو نگاه کردم. سلام پسرم. برای خیلیاتون رو نگاه کردم، خیلیاتون فقط یه عدد نوشته بودین. نه، گفته همه عددهایی را که به 60 نزدیک هستن بنویس. من اینو جدا هم براتون توضیح ندادم بچه ها، چون اولا که به چند دلیل بخوام جدا جدا برای تک تکتون مثلا 7-8 نفر توضیح بدم کلی وقت گرفته میشه. برای همین سر کلاس حل میکنیم که اشکالاتمون دست جمعی حل بشه. همه عددهایی که به 60 نزدیکن رو بنویس. بگو 61 خب. 62 آفرین. چرا اینطوری میشه بچه ها؟ یه دقیقه صبر کنه.
63 64 62 آفرین 63 و 64. بعضیا یه دونه نوشته بودن. نه، این سه تا عدد ما ببینیم تقریبش میشه 60. خب قبلش چی؟ مانی چرا رفتی؟ مانی؟ خب رادین بگه. آها مانی اومدی؟ چرا رفتی؟ خب مانی قبلش چی؟ مانی؟ خب قبلش چی؟ فکر کنم نت مانی دوچار مشکل. سلام خانم. آها اومدی مانی؟ خب قبلش چه عددی؟ خب اشکال نداره مانی. رادین شما بگو قبلش چه عددی؟ سلام خانم. سلام عزیزم، بگو پسرم سریعتر. 59 58 57 56 55. آفرین. 55 56 57 58 59. مرسی پسرم. باشد. اگر این 4 تا عدد ما ببینیم یعنی تقریبش میشه 60. مرسی. با توجه به متن برای ساعت‌های زیر عقربه بگذار و وقت دقیق را برای هر کدام بنویس. من میذارم، اینو دیگه خودم میذارم. عقربه کوتاه روی 11، عقربه بلند روی 3. ساعت میشه 11:15. بچه ها، حالا این درسی که الان دارم میگم برای فصلیه که قرار درس بدیم، ولی به 15 دقیقه ربم میگن. هر دو عقربه روی 4 که ساعت میشه 4:20. خب آروین عباسی. آروین سلام، صدای من میاد؟ آروین آروین صدا میاد پسرم؟ خب امیر رضا تقی نژاد. سلام پسرم، الگو رو بگو. سلام پسرم، الگو رو بگو. الگو از 12 شروع میشه. بله 12:35. 1:35. نه اشتباه داری میگی پسرم. یه دقیقه صبر کن ببینم من طبق ساعت، من ببینم شما چه جوری برات اومده. ساعت 7، ساعت 7، بعد 7:05 شده، بعد شده 7:10، بعد شده بگو 7:15. آفرین. خب 7:20. بله بچه، من فقط عقرب بزرگاشو میذارم. خب 7:25. آفرین. مرسی پسرم. خب بریم صفحه بعد.
بذار من اینا رو حذف کنم. چقدر همون اینا بود که شاید ایوا سوال ما کو بچه فکر کنم داره سیستم قطع میشه کار نمیکنه هیچ ای بابا بچه ول کنیم اینو ظاهرا نمیخواد با ما همخونی داشته باشه خیلی داره اذیت میکنه نمیاد اصلا صفحه هم نمیاد اصلا این نمیره حتی من یه دقیقه کلاس میرم بیرون سری میام بچه من اومدم خیلی اذیت میکنه ببخشید نمیدونم چرا این کارا رو میکنه خب اومد تختم بعد بریم بیرون دوباره بیایم تا تختا باز بشه خب آقای آرشا بچه دیگه دوربیناتون رو فعال نمیکنم که وقت کلاس گرفته نشه خب آرشا عدد بذاره به صورت تقریبی چهل و یک به چهل نزدیک تره بله این شست و هشت شست و هشت به هفتاد نزدیک تره سی و پنج به چهل نزدیک تره آفرین بچه ها چک کنید تیک بزنید خب سید امیر حسین با کارت های 6 و 3 هرچی میتونی عدد بساز تونتر بسرم 6 با 3 بله 6 بله کارت سید امیر حسین شست و سه بله 36 مرسی حواستون بچه به کارت و رقم باشه خب مرسی پرهام بله. پرهام حالا گفته جمعش کن 36 و 63 رو گفته جمع کن 36 و 63 به من بگو چه کار کنم فرایندی اول میایم اینجا رو که نوشتیم الان میایم دور این 3 و 6 رو خط میکشیم این داره خب. خط میکشیم این داره خب میشه چند میشه 9 این میشه من میشه 96 به اضافه 3 میشه 99 99 اول بچه‌ها میشه 36 رو به اضافه 60 میکنیم میشه 96 به اضافه 3 خب
مرسی. سید امیر حسین دست رو بر پایین. امیر صدرا. خب 63 منهای 36 بیم توضیح بده چی کار میکنیم؟ اول میایم دور عدد. خب بگو جوابشو بگو. چی خانم صدا بد اومد؟ جوابشو بگو میگه. جوابش میایم 60 منهای 30 میکنیم میشه همون 30. میشه 30 و چرا اون چرا یکانش رو حساب نمیکنی فکر کنم؟ 33. آره نگو میشه 30، میشه 33. 63 و منهای 30 میکنیم. یا بعضیا میگن میان میگن خب 10 کن و منها کنیم. باشه 6 تا 10 تایی داریم 3 تا کم میکنیم 3 با 3 تا 1 33. 33 منهای 6 جواب میشه چند؟ 33 منهای 6 به برگرد نگاه کن جواب چند میشه؟ 27. مرسی. خب روزبه. سلام روزبه. سلام. خوبی؟ بله. خب پسرم سینا و سهیل روی هم 8 تا فندق دارن. اونا فندق ها رو به طور مساوی بین هم تقسیم کردن. یعنی به هر کدوم چند تا رسید؟ 4 تا. یه 4 تا رسید به این، 4 تا هم رسید به اون. حالا سینا یکی از فندقاشو خورد. سینا چند تا داره؟ 3 تا داره. آفرین. پس میشه 4 منهای 1 مساوی 3. مرسی پسرم. خب بعدی با رقم های 7, 3, 9 برای یکان. بچه اینو خودم میگم و 4 و 6 برای 10 کن. خب اینجا یه 4 میذاریم. میام پایین. 6 هم میذاریم. خب به هر کدومه 3 تا دست میدیم و برای هر کدومش 1 رو جلوش مینویسیم. 7, 3, 9. من عددها رو میگم شما چک کنید. 43 47 49 63 67 69. کسی تو این سوال مشکلی داره؟ خب میریم سوال بعدی. خب تاها تاها دستو بگی بالا. سلام تاها خوبی؟ بله. خب تاها جان 4 عدد بزرگتر از 40 بنویس که 1 و 10 اون یکی باشه. 44. بله. 55. بله. 63. بله. خانم من 6 تا عدد نوشتم. خب نداریم گفته 4 تا بنویس. بیشترم میشه. 77. مرسی. 88 و 99 هم میشه. ولی اینجا خودش گفته 4 تا. مرسی. امیر رضا. خب یکان من بزرگترین عدد یک رقمی. امیر رضا. خب و دهکان من 5 تا بیشتر از کوچکترین عدد یک رقمیه. چه عددی میشه؟ بچه حواستون باشه بنویسید.
امیررضا، مهراد. مهراد جواب بده. سلام خانم. سلام عزیز من. الف رو جواب بده. الف یکان من بزرگترین عدد یک رقمی و دهکان من پنج تا بیشتر از کوچکترین عدد یک رقمی است. خب چه عددی میشه؟ میشه 59. آفرین، 59. بچه ها جواب میشه 59. مرسی. امیررضا من بعدیشو بگه. یکان من 5. امیررضا جانم من سلام. صفحه قبل سوال 6 خب اشتباه نوشته بودم، بچه هم ورق زدین رفتی. من گفتم که نگاه میکنم ولی نمیگم. مگه نگفتم اینو؟ گفتید. من نمیگم بچه ها، تک تک بهتون همه رو نگاه میکنم، اینجا یادداشت میکنم که دانش آموز کجا مشکل داشت، ولی تو کلاس مشکلاتتون رو میگم. خب من اینو اول کلاس گفتم پسرم. خب امیررضا، یکان من 5 و دهکانم 2 تا بیشتر از 6ه، چه عددیه؟ 85. 85. بچه ها تیک بزنی. مرسی. اماد من از کوچکترین عدد یک رقمی 2 تا بیشترم. من از کوچکترین عدد 2 رقمی چند تا یک رقمی 2 تا بیشترم. از کوچک 2. 2. آفرین. کوچکترین عدد یک رقمی بچه‌ها 0. مرسی. خب بچه ها، این بچه بعضیاتون که پویانم جزش بود، بعضی از سوالا رو مثلا جمع و تفریقا رو روبروی هم می نویستن. ما دیگه الان فرایندی یاد گرفتیم، دیگه فرایندی باید انجام بدیم. یا بعضی بچه ها دیدم شکل می کشن برای حل مسئله شون. مگه ما شکل داریم دیگه؟ ما مگه کلاس اولیم که برای حل مسئله شکل بکشیم؟ عدد داریم زیده دیگه ها. دیگه نبینم من ببینم دانش آموز دسته ده تایی دونه 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 دایره کشیده. دیگه نبینم تو مسئلهاتون رو چند بار من دارم میبینم. دیروزم دیدم و گفتم اونو که فرایندی حل بشه. مقایسه کن، اینو خودم حل میکنم. 20 به اضافه 10 به اضافه 40 به اضافه 6 میشه 76. یکی از بچه ها اینو اشتباه نوشته بود، درستش کنه. همه درست حل کرده بودین، فقط یه نفر اشتباه حل کرده بود. 30 به اضافه اول بچه ها تو جمع این عدد ها اول 10 تایی ها رو ما حساب میکنیم. 30 به اضافه 30 یا 3 تا دسته 10 تایی به اضافه 3 تا دسته 10 تایی با 1 دسته 10 تایی میشه 76. اولی مساوی بچه ها. دومی 4 دسته 10 تایی به اضافه 5 دسته 10 تایی میشه 90. این ورم اول 10 تایی رو حساب میکنیم. 30 به اضافه 20 به اضافه 10 میشه 60 با 5 65 که 90 بیشتره. 4 و 5 هر کی برای خودش هر مسئله ای نوشته اشکال نداره بنویسه. راه حلش هم که 76 به اضافه 16 من بیرون انجام میدم راه حلش رو، چک کنید. 76 رو به اضافه 10 میکنیم میشه 86 به اضافه 6 میشه 92. چک کنید خودتون 92. برای عبارت 72 منهای 69
72 منهای 60 میشه 12، منهای 9 میشه 3. پس جواب این مسئله سوال پنجم که خودتون نوشتین میشه 3. بعدی حنا دو بسته 10 تایی و 7 یکی بیسکویت داره. خب دو تا 10 تایی و 7 یکی، بچه موقعی که یه چنین مسئله های میاد زیرش خط بکشین بنویسین چه عددیه، میشه 27. من همیشه به بچه ها میگم اینطوری که میاد خودش سوال تو خودشه بالاش بنویسین که اشتباه نکن. دوستش یه بسته 10 تایی و 3 تا یکی از اون گرفت، یعنی 13 تا. حنا حالا چند تا بسته بیسکویت داره؟ میایم 27 و منهای 13 میکنیم، میشه 17. منهای 3 میشه 14. چک کنید بچه ها. مثلا این سوال آخر رو بچه ها شکل کشیده بودن یا روبروی هم می نویسن، معنی دیگه نداره، یا شکل دیگه اصلا معنی نداره. خب پسره من زنگ تفریحه، برین زنگ تفریح برین زنگ بعد با کتاب ریاضیتون بیاین که انشاءالله میخواییم بریم سراغ فصل جدید. برین استراحت کنیم. بیاین جانم، جانم تاها. خانم اشتباهی دستم بالا بود. آها اشکال نداره. پویان جانم، خانم میشه دست تصویر منو فعال کنید؟ بله. سوال 6 برای من اینجا اینجا 6 حنا کدوم؟ همینی که رو صفحه هست؟ نه سوال 6 صفحه دوم. بذار من الان بیارم پی دی افشو. خب بچه هر کی مشکل داره وایس تو کلاس، بقیه میتونین برین زنگ تفریح استراحت کنین. خب عددهای زیر به صورت تقریبی بنویس. نه مشکل داری؟ نه تقریب کن. یعنی خب 41 تقریبش چنده؟ آه تقریبش نه بلد فهمیدم. خیلی خوبه. خیلی خوبه.